تو اپیزود اول این مجموعه دیدیم که چطور فرقه اسماعیلیه شکل میگیره و از دل اسماعیلیه خلافت فاطمی در شمال افریقا تأسیس میشه. یه مرور کوتاهی بر خلفای فاطمی تا زمان حسن صباه داشتیم و حالا تو این اپیزود میخوایم درباره خود حسن صباه و حشاشین حرف بزنیم، حرفایی که کمتر جایی گفته و شنیده شدن. این دو کتاب که روی تصویر می‌بینید منبع اصلی ما برای تولید این اپیزود هستند و باقی منابع رو هم توی توضیحات براتون آوردم. پس با هم بریم تو دل تاریخ تا ببینیم ماجرای حسن صباه و حشاشین دقیقاً چیه. 3 2 1. سلام، من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پادکسته. حسن صباه تقریبا تو سال 1053 میلادی یا 445 هجری قمری توی شهر قم به دنیا میاد. پدرش علی ابن محمد ابن جعفر صباه که اصالتاً اهل کوفه است ادعا میکنه که نسبش به همیری های یمن میرسه. یه مدت خیلی کوتاهی بعد از تولد حسن خانواده از قم به ری مهاجرت میکنه. همونطور که تو اپیزود اول دیدیم، ری تو اون دوره مقر اصلی دعوت اسماعیلیه در منطقه جباله. منطقه جبال رو هم که خب خاطرتون هست. البته علاوه بر اسماعیلیان، سایر شیعیان به ویژه شیعیان 12 امامی اونجا فعالن و در کل توی اون دوره ری یه مرکز بزرگ آموزش تعالیم شیعه به حساب میاد. خونواده حسن شیعه 12 امامی هستند و مسلماً خود اون هم تو همین محیط بزرگ میشه، تا اینکه تو سن 17 سالگی از طریق امیر زراب، یکی از دعوت کننده های اسماعیلیه، با این فرقه آشنا میشه. از داییان یا دعوت کننده های دیگهی که تو ری هستن، از جمله ابو نصر سراج، اطلاعات بیشتری از اسماعیلیه کسب میکنه و بالاخره وارد این فرقه میشه و نسبت به امام اسماعیلی زمان یعنی المستنصر خلیفه فاطمی سوگند عهد به جا میاره. توانمندی خودشو نشون میده و جوان 1072 موفق میشه نظر عبدالملک ابن عطاش، رهبر اسماعیلیان سرزمین های سلجوقی رو جلب کنه، به نحوی که عطاش در سلسله مراتب دعوت اسماعیلیه مقامی رو به حسن صباه میده. سال 1074 ابن عطاش رو تو سفر به اصفهان همراهی میکنه. 2-3 سالی تو اصفهان که توی این دوره مرکز مخفی دعوت اسماعیلیه در ایرانه میمونه، تا اینکه به توصیه خود ابن عطاش عازم قاهره میشه تا بیشتر آموزش ببینه. اشاره هم کنم که اینجای کار سامانیان دیگه رفتن و بعد از غزنویان و آل بویه سلجوقیان ترک با گرفتن خراسان بزرگ امپراتوری قدرتمندی رو بنا کردند که بر خلافت عباسی هم سیطره سیاسی داره. حسن صباه میره قاهره ولی بعد یه مدت به خاطر مخالفتش با بدر ابن عبدالله، معروف به بدر الجمالی که 3 سالیه وزیر المستنصر خلیفه فاطمیه، مجبور میشه از قاهره بره به اسکندریه. این مخالفت و درگیری هم گویا بر سر جانشینی المستنصر و اعلام حمایت حسن صباه از ولیعهد المستنصر یعنی نزار رخ میده. به هر حال مدت زیادی از 3 سال اقامتش تو مصر رو توی اسکندریه سپری میکنه و نهایتاً به دستور بدرالجمالی از مصر اخراج میشه و توی جوان 1081 به اصفهان برمیگرده. حسن صباه بعد از اصفهان 3 سالی رو تو خوزستان میمونه ولی میبینه اگه تحرکی علیه سلجوقیان تو این نواحی مرکزی و غربی انجام بده به زودی شکست میخوره. برا همین میره به سمت نواحی شمالی ایران و نهایتاً از بین همه این مناطق منطقه دیلم نظر حسن صباه رو به خودش جلب میکنه. یه منطقه کوهستانی به دور از مراکز قدرت سلجوقیان که از چندین سال قبل دعوت اسماعیلیه اونجا صورت میگرفته. حالا تو این منطقه دیلم دنبال مقری برای فرماندهی میگرده که قلعه علموت به خاطر موقعیت منحصر به فردش انتخاب میشه. البته اینو هم بگم که دعوت اسماعیلیه توی ایران همچنان توسط ابن عطاشه که رهبری میشه ولی حسن صباه از موقعی که مسئول دعوت توی دیلم میشه و رهبری
دعوت اسماعیلیه در ایرانو به عهده میگیره، یه سیاست مستقلی رو اتخاذ میکنه. اینکه اینجوری علیه سلجوقیان مستقل عمل کنه هم برمیگرده به اون دوره‌ای که تو مصر بوده. تو همون سفر به این نتیجه میرسه که دیگه بعد المستنصر خلافت فاطمی ضعیف و ضعیفتر میشه و اصلا نمیتونه که از اسماعیلیان ایران در مقابل اون حکومت عظیم و ابرقدرت سلجوقی محافظت کنه. حقیقتش اینه که تو وجود حسن صباه کاریزمایی هست که به فکر رهبریه، نه زیر دست بودن. فراموش نکنید که این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه‌مون به حمایت شما احتیاج داره. لطفاً اگه محبت می‌کنید و می‌بینیدش، حتماً تو همین ساعت اولیه انتشار اونو به دوستان و آشنایانتون هم پیشنهاد بدین. لایکش رو فراموش نکنید و حتماً توی کامنت‌ها از عدد 1 تا 5 بهش امتیاز بدین تا ما هم بیشتر بفهمیم که با مخاطبای عزیزمون چندیم. دمتون گرم و بریم سراغ قلعه علموت. قلعه علموت تقریبا تو 35 کیلومتری شمال شرقی قزوین در ناحیه رودبار واقع شده. اسم علموت هم از دو واژه الوه یا آلوه به معنی عقاب و موت کوتاه شده، آموت یا آموخت به معنی آشیان تشکیل شده. پس اله به معنی عقاب و موت به معنی آشیان. قلعه توسط وحسودان ابن مرزبان، حاکم منطقه دیلم، توی سال 840 میلادی ساخته میشه. داستانش هم اینه که حاکم دیلم داشته اون حوالی شکار میکرده و میتازونده که میبینه عقابی میاد و روی یه صخره میشینه و بعد اونه که حاکم متوجه موقعیت ویژه و استراتژیک اون محل میشه. به همین خاطر علموت رو بعضی ها آشیان عقاب و بعضی دیگه عقاب آموخت معنی می کنن. وقتی تحرکات اسماعیلیان زیر نظر حسن صباه بیشتر و بیشتر میشه، نظام الملک وزیر ایرانی سلجوقیان به ابو مسلم حاکم ری دستور میده حسن صباه رو دستگیر کنن. حسن صباه مدتی تو قزوین مخفی میمونه، ولی چون تو فکر تسخیر علموت دوباره به دیلم برمیگرد. علموت به دست کارگزاران سلجوقی اداره میشه و حسن برای اینکه علموت رو به چنگ بیاره، تعدادی از دعوت کننده های زیر دستش رو به نواحی اطراف قلعه میفرسته تا اسماعیلیه رو تبلیغ کنن و اهالی به اسماعیلیه تغییر مذهب بدن. البته به دستورش اسماعیلیان از نواحی دیگه هم به اونجا میان. سپتامبر 1090 میلادی حسن صباه مخفیانه وارد قلعه علموت میشه تا مدتی به عنوان معلم و با هویت ساختگی دهخدا به بچه‌های محافظان قلعه درس میده و خیلی از همین محافظا هم به فرقه اسماعیلیه رو میارن. حسن صباه تا میبینه تعداد اسماعیلیان داخل و خارج قلعه تو اون ناحیه برای گرفتن قلعه کفایت میکنه، با هویت حسن صباه قلعه رو در اواخر پاییز همون سال تسخیر میکنه و این سرآغازی میشه برای قیام مسلحانه اسماعیلیان علیه حکومت سلجوقیان. بعد از گرفتن علموت توی سال 1091، حسن صباه یکی از دعوت کننده های توانمندش به نام حسین قائنی رو میفرسته به قهستان تا جنبش خودشونو علیه سلجوقیان تقویت کنن. قهستان که برگرفته از واژه کوهستانه، ناحیه جنوب شرقی خراسان رو شامل میشه. به هر حال مردم اون ناحیه که تحت حکومت امیر سلجوقی هستن از شورش اسماعیلیان استقبال میکنن. چند شهر مهم از جمله قائن و طبس تسخیر میشن و این ناحیه به عنوان دومین ناحیه بعد از رودبار به دست اسماعیلیان ایران میافته. نظام الملک ملک شاه سلطان سلجوقی رو ترغیب میکنه که سپاهی به طرف مناطق رودبار و قهستان بفرسته و اونجا رو پس بگیره، ولی تو همین سال این دو شخصیت ترور میشن و عملیات بی نتیجه میمونه. حرف و حدیث سر اینکه این دو شخصیت رو چه کسی و یا چه گروهی کشته زیاده و اسماعیلیان تنها متهم این قضیه نیستن. به هر حال بعد ملک شاه رقابتی بین پسراش بر سر جانشینی شکل میگیره که بیش از یک دهه طول میکشه و حسن صباه هم
از این فرصت نهایت استفاده رو میکنه و نواحی متعددی با تسخیر قلعه ها به دست اسماعیلیان میفته، تا اینکه با تسخیر قلعه شاهدج نواحی نزدیکتر به پایتخت سلجوقیان یعنی اصفهان رو هم تصاحب میکنن. خب بچه ها یه لحظه نگه دارین تصویر همه چی رو نگه دارین، من بتونم یه خورده خودمونی باشم با دوستان. همین لحظه من همه چی رو متوقف کردم، محبت کنید اون دکمه ساب رو بزنید و اگه عضو کانالم هستین همین الان ویدیو رو لایک کنین. بچه ها دیدین یه موقعی رفیق آدم گیر میکنه یه جایی، یه تلفنی به آدم میزنه میگه آقا من الان بهت احتیاج دارم، شاید تو اون لحظه واقعا هیچی ازت نمیخواد، هیچ حمایت ویژه‌ای ازت نمیخواد، اصلا حمایت مالی تو شاید به دردش نخوره، اون بودن تو، اون حس امنیتی که تو بهش میدیه که باعث میشه به تو زنگ زده باشه و دنبال تو بگرده. همینجا ازتون میخوام که این حمایت معنوی رو از ما داشته باشین، به عنوان مخاطبمون، به عنوان کسی که مداوماً ویدیوها رو تماشا میکنه، مداوماً با ما در ارتباطه، ازتون میخوام حتما ویدیوها رو لایک بکنید، کامنتاتون رو اگر نقدی هست، پیشنهادی هست، حتما برای ما بذارید، ما به اینا خیلی خوب توجه میکنیم. تو تمام تیم ها بچه ها، خودم برای اجرا، بچه های تولید محتوا، بچه های تدوین، همش مداوماً در تلاشیم که بتونیم نسخه بهتری از خودمون بسازیم. این حمایت معنویتون رو لطفاً از ما دریغ نکنید. بریم به همون منطقه شمال افریقا. المستنصر قبل از فوتش پسر بزرگش نزار ابو منصور رو به عنوان جانشینش برای خلافت فاطمی و امامت اسماعیلیه تعیین میکنه و به الافضل پسر بدرالجمالی که حالا بعد پدر در منصب وزارته میگه که زمینه رو برای جانشینی نزار فراهم کنه. اما افضل این درخواست خلیفه رو پشت گوشش میندازه تا اینکه المستنصر از دنیا میره. حالا بعد المستنصر نزار 50 ساله باید به عنوان خلیفه معرفی بشه، ولی چون افضل یه جورایی همه کاره خلافته و نمیخواد به این آسونی کنار بکشه، علیه نزار دست به کودتا میزنه و برادر ناتنی نزار احمد المستعلی که به افضل وابسته است رو به عنوان خلیفه به رهبران اسماعیلی دربار فاطمی معرفی میکنه. از این به بعد که خلافت و امامت فاطمی به دو جریان نزاری و مستعلوی تقسیم میشه. نزار میره به اسکندریه تا به همراه حامیانش علیه خلافت المستعلی قیام راه بندازه. حاکم ترک شهر اسکندریه ناصرالدوله افتکین هم باهاش همکاری میکنه و نهایتا نزار با گرفتن سوگند از مردم اسکندریه اعلام خلافت میکنه. قیام اون اوایل خوب پیش میره، ولی در آخر نیروهای الافضل اسکندریه رو محاصره میکنن و نزار مجبور به تسلیم میشه. اونو دستگیر میکنن، به قاهره میبرن و اونجا زندانیش میکنن و نهایتا به روش لادبست در سال 1095 کشته میشه. لادبست هم اینجوریه که مجرمو میذاشتن لای دیوار بنایی که ورودی و خروجی نداشته باشه تا از گرسنگی و تشنگی بمیره. برخلاف مناطقی مثل یمن، سوریه و حتی غرب هند، جریان اسماعیلیه در ایران به رهبری حسن صباح به نزار وفادار میمونه. با خلافت و امامت فاطمی مستقر در مصر هم قطع رابطه میکنه و به این ترتیب دعوت نزاریه تأسیس و به شکل سازمانیافتهی در ایران دنبال میشه. خب بیاییم بریم ببینیم که این لقب حشاشین از کجا میاد و دلیلش چیه؟ اسماعیلی مدت‌ها قبل از حسن صباح در ایران و جاهای دیگه به عنوان فرقه‌ای از اسلام مطرح بوده، ولی بعد از تأسیس دعوت نزاری توسط حسن صباح در ایران و به دنبال اون مبارزات سیاسی علیه سلجوقیان، مخالفان و جریان‌های رقیب به تناسب رفتار، طرز تفکر و گاهی با رنگ و بوی توهین به جای عنوان اسماعیلیان یا اسماعیلیه از عناوین دیگه‌ای برای این دوستان استفاده می‌کردند. عنوان اولی که به این گروه نسبت داده میشه باطنی است. این عنوان از اونجا ریشه میگیره که اسماعیلیان بر خلاف سایر جریان‌های شیعه ظاهر آیات قرآن رو بسیار کم اهمیت تر از باطنش میدونن.
این نوع دیدگاه حتی برای احکام هم صدق میکنه و انجام عمل شرعی رو لزوماً به همون شکلی که تو جامعه اسلامی متداوله انجام نمیدن. عنوان دوم، بعد از مطرح کردن آیین تعلیمی که توسط حسن صباح ارائه میشه به این فرقه داده میشه و اون تعلیمی است. طبق این نظریه برای شناخت خداوند و استنتاج آموزه‌های دینی عقل کافی نیست و نیازه که امامی معصوم مثل معلمی صادق انسانو راهنمایی کنه. عنوان سوم که شاید معروف تر از قبلی ها باشه، حشاشین یا حشیشی است. برخلاف دو عنوان قبلی، با وجود استفاده از این عنوان در منابع تاریخی، دلیل استفاده ازش توسط هیچ جریانی مطرح نشده و اون چه که گفته میشه تنها در حد حدس و گمانه. برای مثال، عده‌ای تصور میکنن به خاطر مصرف حشیش این عنوان به این گروه نسبت داده شده، در حالی که این قضیه در حد خیال بافیه که البته بعداً توسط صلیبی‌ها و غربی‌ها بهش بال و پر داده میشه. بعضی منابع حشاشین رو جمع حشاش به معنی داروفروش در نظر میگیرن و از این نظر که منطقه رودبار به خاطر موقعیت جغرافیاییش گیاهان دارویی زیادی داشته و اهالی اون منطقه اغلب داروفروش یا صادرکننده دارو بودن، با پیوستن اونا به این جریان نظاری علموت این عنوان به نظاری ها داده میشه. ایده سومی هم هست و اون اینه که چون استعمال کننده های حشیش تحت تأثیر خواص اون نسبت به فرایض دینی مثل نماز و روزه از خودشون سستی نشون میدادن، میشدن شبیه همون ملحدان زمانه، در واقع در حد فحش برای اشاره به اراذل و اوباش جامعه که از جامعه اسلامی بریدن کاربرد داشته. حالا فارغ از این عناوین، درباره اسماعیلیان ایران یا نظاری ها که بخوایم بحث کنیم، به نظرم بهتر اول از همه با سلسله مراتبشون آشنا شیم، چون توی ادامه بحث به برخی از اینا اشاره میشه. عالی ترین مقام رو مسلما امام پیشوا یا پیر اول داره. بعد اون داعی الدعات یا داعی الاکبر زیر نظر امام عهده‌دار نمایندگی امام غایب میشه. در سومین مقام حجت یا حجت اعظم قرار میگیره که سرپرستی داعیان رو به عهده میگیره. داعیان، مبلغان و رسولان تو سطح پایین تر از حجت قرار میگیرن. بعد از اونا رفقا یا داعیان درجه دوم بعد از گذروندن تعالیم مقدماتی به این سطح میرسن. پایین تر از رفقا لاصقان و فداییان رو داریم که آماده دریافت ابلاغ ترور دشمنان هستند و تو آخرین سطح نومریدان و مستجیبان قرار می گیرند که به تازگی به فرقه پیوستند. عموم اسماعیلیان تو همین دو سطح پایین می مونند و برخلاف اعضای درجات بالا که از تعالیم باطنی آگاهی دارند، درجات پایین فقط از ظاهر احکام و قواعد اطلاع دارند. حسن صباح حتی قبل از تسخیر علموت میدونست که امپراتوری سلجوقی حکومت متمرکزی نیست. بعد از ملکشاه دیگه سلطان قدری تو این امپراتوری ظاهر نمیشه که بخواد به فکر تدارک سپاه بزرگی علیهشون باشه. در واقع قدرت سیاسی و نظامی سلجوقیان بین امیران تقسیم میشه. همین مسئله روند پیشروی اسماعیلیان ایرانو شکل میده. اینکه ناحیه به ناحیه پیش برن و به کمک قلعه های نفوذناپذیر سلجوقیان رو به چالش بکشن. این سیاست ترور شخصیت های مهم سیاسی و نظامی هم بر اساس همین غیر متمرکز بودن حکومت سلجوقی اتخاذ میشه. سیاستی که قبل اسماعیلیان ایران توسط گروه های مختلفی از جمله قالیان، خوارج و حتی خود سلجوقیان هم پیاده میشد. ولی توی این دوره هر قتل مهمی اتفاق میفته رو به شکل اغراق‌آمیزی میندازن گردن فداییان اسماعیلی. اینکه با چه انگیزه هایی این مبارزه علنی توسط حسن صباح علیه امپراتوری سلجوقی شکل میگیره رو میشه از دو تا دیدگاه بهش نگاه کرد. یک، اگه از دیدگاه مذهب بخوایم بهش نگاه کنیم، حسن صباح به عنوان شیعه اسماعیلی نمیتونه سیاست‌های ضد شیعی سلجوقیان رو تحمل کنه.
تو حالت دوم اگه بیایم از دیدگاه سیاسی و ملی گرایانه ببینیمش، که البته این اهمیتش نسبت به اون اولی کمتره، مبارزه حسن صبا علیه سلجوقیان ترک میتونه رنگ و بوی ملی گرایانه پیدا کنه. حقیقتش اینه که افزایش تسلط حکومت‌های ترک بر مناطق ایران که با غزنویان و قراخانیان آغاز میشه و تو دوره سلجوقیان به اوجش میرسه، اون روند احیای فرهنگ و هویت ایرانی بعد از اسلام رو کنتر و کنتر میکنه. حکومت‌هایی مثل صفاریان، سامانیان و بوئیان یا همون آل بویه به دست ایرانیان مسلمان تشکیل میشه و هر کدوم تلاش میکنن به نحوی این فرهنگ و هویت احیا بشه. اما ایرانیان از همون اولش سلجوقیان رو به دید بیگانه و بعضن دشمن نگاه میکنن و این وسط هم برخورد یاغیانه نیروهای سلجوقی آتیش نفرت رو شعله برتر میکنه. حسن صبا هم با علم به این مسائل در اولین گام خودش زبان مذهبی اسماعیلیه نظاری رو از عربی به فارسی تغییر میده و بعد از اون تمام نگارش ها طی دوره علموت به همین زبان فارسی انجام میشه. غیر از این دوتا مسئله اصلی، چند تا دلیل دیگه هم هست که اسماعیلیه ایرانو قدرتمند میکنه. نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی قلمرو سلجوقی، مالیات‌های سنگین و در عین حال اشرافیگری امیران سلجوقی و در مقابل فراهم آوردن شرایطی عادلانه در مناطق تحت تسلط اسماعیلیان ایران به نحوی که نسبت به جاهای دیگه اختلاف طبقاتی خیلی کم باشه، همینطور ساده زیستی رهبران اسماعیلیه مردم رو برای همراهی با این جریان مصمم‌تر می‌کنه، به نحوی که حتی غیر اسماعیلی‌ها هم از این شورش اسماعیلی علیه سلجوقیان حمایت می‌کنن. با کشته شدن نزار، پسر بزرگ المستنصر، باز همون دور السطر برای امامان اسماعیلی اتفاق میفته. البته فقط برای جریان نزاریه و کسی که عهده‌دار رهبری جریان میشه با عنوان داعی الدعات یا همون نایب امام، شخص حسن صباه. اینو هم بدونیم که حسن صباه اولین حجت و نایب امامه و بعد اون کیا بزرگ امید و محمد ابن بزرگ امید در این مقام دعوت اسماعیلیان نزاری رو رهبری میکنن. طبق فهرست های تروری که تو این دوره توسط خود نزاریان تهیه شده، مجموعاً 75 نفر توسط این جریان ترور میشن که شامل این موارد میشه: 8 سلطان، خلیفه و اتابک، 6 وزیر، 17 امیر و والی که خب حاکمان نواحی هستن، 6 رئیس که سران شهرن، 13 قاضی و مفتی نواحی مختلف و سران فرقه های مذهبی و همینطور چند تا از نزاریان خائن. بعد از این سه حجت، دور السطر برای امامان نزاریه تموم میشه و حسن بزرگ امید، پسر محمد ابن بزرگ امید، ادعای امامت میکنه. بعد از اون نورالدین محمد، جلال الدین حسن، علاءالدین محمد و رکن الدین خورشاه به عنوان امام در همین علموت دعوت نزاریه رو رهبری میکنن تا اینکه با حمله مغولها بساط این حکومت برچیده میشه. این پایان برنامه دو اپیزودی حسن صباه و حشاشین بود. با ژو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم.